دیدن صحنه‌های دردناک از مرگ کودکان سوری حتی برای اعضای این شورا هم آسان نبود. فیلمی که اشک خیلی ها را در نشست دیشب درآورد. ویدئویی تکان دهنده از تلاش بی‌نتیجه پزشکان برای نجات سه کودک سوری که بر اثر استنشاق گاز کلور در کنار اعضای خانوادهشان جان می‌دهند. پزشکی که این ویدئو را از سوریه خارج کرده از آنچه پشت درهای بسته شورای امنیت گذشت می‌گوید. میتونم به جرئت بگم همه اعضای شورای امنیت با تماشای این فیلم متاثر شدند. بعضی‌ها گریه کردند. خیلی‌ها عصبانی بودند که با وجود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه هنوز چنین اتفاقاتی می‌افتد. بعضی از اعضای شورای امنیت هم خواستار اقدام سریع و قاطع برای انجام تحقیقات در این باره توسط سازمان منع سلاح‌های شیمیایی شدند. به گفته نماینده سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در جلسه شورای امنیت، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در ماجرای مرگ این سه کودک در ادلب، گاز کلور از بشکه‌هایی متصاعد شده که هلیکوپترهایی آنها را در محل پرتاب کرده بودند. هلیکوپترهایی که گفته می‌شود فقط در اختیار ارتش سوریه‌اند. استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ سوریه بی سابقه نبوده. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که هر دو طرف از این گازها استفاده کردند، هم دولت و هم شبه نظامیان مخالف. درسته که ما هنوز نتونستیم پرونده سوریه را به دادگاه بین‌المللی جزایی ببریم، ولی نباید تصور کنیم که این وضع تغییری نمی‌کنه. عاملان این حملات باید پاسخگو باشند. مدارک و اسناد این جنایت در حال گردآوری است. شاهدان هم شهادت می‌دهند. یقین داشته باشید که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. چهار سال جنگ، خشونت و درگیری چیزی از سوریه باقی نگذاشته. جنگ خونین، طولانی و بی‌رحم بدون هیچ پیروزی. در حالی که همزمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی تازه با یک شبکه سوئدی نسبت به رشد حملات گروه‌های افراطی در کشورهای اروپایی هشدار داده. مادامی که تروریسم در کشورهای اروپایی رشد کنه، سوئد و کشورهای دیگه هم امن نخواهند بود. مادامی که در حیات خلوت اروپا، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در بحران غوطه‌ور باشن و مملو از تروریست، اروپا نمیتونه جایی امن برای ملت‌ها باشه. پرونده استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه باز هم به سازمان ملل رفته. این بار با مدارکی تکان دهنده، چیزی که کارآمدی توافق دو جانبه آمریکا و روسیه را در منهدم کردن سلاح‌های شیمیایی سوریه زیر سوال برده. فریبا صحرایی، بی بی سی.